برند فنتی یه کرم پودر جدید داده خیلی هم براش سرصدا کرده تبلیغات و مهمونی و کلی اینفلوئنسرها و این صحبت ها اما به یک حقیقت تلخی پشت این کرم پودر جدیده که من امروز میخوام با اون قدیمیش برای شما بذارم از این مقایسه کنم بزنم به صورتم اولا چه چجوریه دوباره من بهتون بگم که قضیهش چیه من یک طرف صورت هم و رو میزنم که لومینستر و این طرف قدیمی پورتیلتر که ماته امیدوارم که رنگاش با همدیگه یکی باشه جفتش 185 این مدل مات من قبلا داشتم وقتی که اومده بود بیرون گرفتم برای اولین بار و واقعا دوشش داشتم کرم بود که کاور خیلی خوبی داشت مدیوم تا فول و من واقعا لذت می بردم دائم استفاده می کردم تا اینکه تموم شد و بعد اون اسکین تینت اومد مدل در واقع مایش اومد بعد مدل استیکیش اومد دیگه یکی رو من تمدید نکردم ولی خب برای مقایسه دوست داشتم که هر رو کنار هم ببینم که چطوری میشه؟ من دو تا براش جداگانه تمیز برای هر طرف صورت هم, هم استفاده میکنم که با همدیگه دیگه کی چی قاطی نشه به نظر میاد که شیشه هاشون هم یه تغییراتی داشته جریده یه شیشه شیشدلی شده که روش خود آرم فنتی بیوتی هم هست حالا چون سفیده شاید مشخص نشه این یکی نمیبینید به نظر میاد که این بزرگتره ولی در واقع از لحاظ وزنی یکی تن هر دوتاشون سی و میل کرم پود توشونه اگر اشتباه نکنم فنتی بیوتی یکی از کرم پودرایی که بیشترین شید رنج رو داره یعنی بیشترین تنوع رنگ واسه انواع پوست آندرتون رنگ پوست متفاوت رو داره من همیشه یه مقدار میزنم روی دستم با این براش و مثل بزنم این طرف قرار بزنم آره امیدوارم که زیادی سفید نباشه توی سفورا معمولا رنگ واقعا مشخص نیست من قبلا دیویست و رو داشتم که برای من وقتی میزدم تیره بود نسبت به گردنم همیشه چون من پوست صورتم نسبت به پوست گردن و بدنم یه مقدار تیره تره همیشه با گردنم هم مچ میکنم شو... کاری که شما باید بکنیم آینه آینه <تصفح> خواب <خالده. تصفح> نه رنگش واقعا مناسبه کاملا رنگی گردن همه. دلیل اینکه که من دوست داشتم این دوتا رو مقایسه کنم اینه که ببینیم ما ایران الان اکثرا کسایی که پوست چرب دارن که خیلی ها پوست چرب دارن دوست دارد که کرم پودرشون مات باشه یا کلا میگن کرم پودری باشه که چرب نشه ولی در واقع ترند دنیا الان به سمتی میره یعنی رفته یکی دو سالی که کرم پودر میگن باید حالت دوی گلوی و اسکین لایک باشه یعنی عین صورتت باشه انگار که پوست خودته ولی مقدار بهتر شده خب پوست ما هم اونجوری مات نیست که که ما ماتش میکنیم با پودر این ماته چه ادعاهایی داره مدیوم تو فوله که کاملا خب درسته و لانگ بر برای مدت طولانی شما میتونید این کرم رو روی پوستتون داشته باشیم و لایت از ایر یعنی سبکه الان که من اینو زدم میبینید این کرم پودر وقتی که دست میزنی چسبناک این در این بر مات بودن کرم پودر نیستا شما هر کرم پودری رو باید با یه مقدار پودر خشک بکنید ولی همونجور که, هم که میبینین شاین طبیعی پوست من رو میبینید این گرفت این اون شاین رو کاملا گرفته و یه حالت مات به پوست من داده حتی اینجا توی پیشونی بیشتر مشخصه و جایی که نور افتاده میبینین که شاین طبیعی پوست من رو گرفته و کاملا این طرف صورت من رو مات کرده خیلی دوست دارم من این کنال رو حالا ببینیم جدیده چی کار میکنه جدیده انداش چیه؟ جالبه جعبه قدیمی بزرگتر شیشش کوچولوتر به نظر میاد شیشش جدیده شیشش انگار بزرگتره گفت از حجمی فرق نداره ولی جعبهش رو کچکتر میکردن یعنی تغییر تو دیزاینش دادن حالا بگذاریم جدیده میگه که natural looking radiance without shine یعنی که خیلی طبیعیه روی پوستتون شاین نمیندازه یعنی در واقع حالت طبیعی پوستتون رو نگه میداره فرمولاش یه جوری که طولانی مدت میتونین داشته باشیدش روی صورتتون و میدیم کاورج یعنی اینکه کاورش میدیومه ببینیم دیگه این هم من میزنم روی دستم دو تا کافی بود اون خیلی زیاد زدم یه لامش حروم شد حتی شاید یکیش هم کافی باشه زنم روی پوستم براش تمیزه ببینیم که این چجوری اون دیدین بلا فاصله بعد از اینکه زدم صورتم هم انگار ماد شد وقتی کنار هم مقایسه میکنی جالبه میبینی فرقشو ظاهرا که شاین طبیعی پوست منو از بین نبرد یعنی چی؟ یعنی همون حالته natural لپین که ادعا میکرد داره ولی میبینی تفاوتو کاملا مش آها رنگ رو ببین میبینید دقیقا رنگ پوست منه شما خودتون میبینید صورت منو چه تفاوت هایی میبینید کاملا مشخصه این مات این شاینیه از اونجا که من خودم هم چند وقت کرم با فرمولاسیونی که مات باشه نمیزنم الان که این طرف صورتم اینو زدم حالا چند دقیقه هم ازش گذشت وقتی توی آینه دارم نگاه میکنم احساس میکنم که این کرم خیلی خوب روی صورت من نخوابیده یعنی خشکیشو احساس میکنم چرا؟ چون پوست این قسمت صورت من خشکه من فقط پیشونی و چونمه که چربه ولی این قسمت های صورتم پوستم که خشکه احساس میکنم خیلی دوست ندارم حالتی که یک دستی رو روی پوست من نداره بنابراین این کرم به نظر من فقط و فقط به درد کسایی میخوره این آتی کردم این کرم پروفیلتر مات به درد کسایی میخوره که پوست چرب دارن و همه جای صورتشون هم چربه به نظر من اینطوره و اگر درست دادی پوستتون خشکه اصلا این پروفیلتر مات رو نگیرید در مورد این یکی بذار حالا که دارم توضیح میدم میکاپ هم بکنم بعد بگم توی این تست چیز جالبی من متوجه شدم اینه که چون من تجربه استفاده دو سال از این سکین تینت ایز دراپ سکین فنتی بیوتی دارم فهمیدم که آجان واقعا شرکت ها میتونن یه ترفنده مارکتینگ بزنن چرا؟ چون من این کلم رو روی پوستم که دیدم احساس میکنم هیچ فرقی با این نداره این مدل جدیدش ها این مدل لومینسش هیچ فرقی با این یکی نداره حتی کاورش برای من هیچ تفاوتی نداره و من فکر میکنم که این دوتا دارن یک کار رو انجام میدن با این تفاوت که این 39 یوروه این 37 یوروه و این اختلاف قیمت هم احتمالا به خاطر اینه که این محصول توی شیشه میاد ولی این پلاستیکیه به نظر من که اینطوره حتی با این یکی مدلش که همونه ولی به شکل ستیکی داده اینو که اصلا گفتن این همینه فقط به شکل ستیکیه و عملا این سه تا محصول دقیقا یک جورن به نظر من یک کار رو انجام میدن و یک حالت رو روی پوست باقی میذارن هرچند که من الان واقعا بعد از استفاده از این سبک و این مدل کرم که حالت لومینس داشته باشه و کرم پودرهای مات رو تقریبا گذاشتم کنار من واقعا این کرم پودر رو بیشتر دوست دارم این مدل کرم پودر رو بیشتر دوست دارم چرا احساس میکنم خیلی بهتر روی پوست میخوابه حتی زمانی که من با پودر ست میکنم و فیکس میکنم حالت این کرم پودر رو روی صورتم بیشتر دوست دارم چون شما میتونید اینو مات بکنید با پودر فیکس این شاین رو ازش بگیرید لوی بودنش رو ازش بگیرید و بگیرید و ماتش کنید ولی در واقع کنپوزی که حالت مات داره مات به اضافه اینکه که به نظر من به درد پوست کاملا چرب میخوره خلاص در نهایت اگر خواستید فنتریزی کرم بگیرید این تا این همدیگن این یکی ماته و خب با اون دوتا فرق میکنه و به نظر من هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن این تا امیدوارم که تونسته باشم اطلاعات لازم و مفید رو بهتون بدم اون چیزی که باید رو بهتون نشون بدم البته که اینا نظر شخصی منه و اون چیزی که من دارم مشاهده میکنم شاید نظرات دیگران متفاوت باشه ولی امیدوارم که تونسته باشم یک کمکی بهتون کرده باشم اگر این ویدیو رو دوست داشتین لطفا لایک یادتون نره و من شما رو توی یک ویدیو دیگه میبینم تا بعد Bye bye.